میدان مغناطیسی حاصل از حلقه‌های ناقص. ببین بچه‌ها، هیچ الزامی نداره در حلقه‌ها یا پیچ‌های مسطح، به خصوص اگه تعداد دورهامون اعشاری بشه. مثلا اگر شما یه حلقه‌ای داشته باشید، یک دوممونو بردارید، خب تعداد دورهاتون رو میگید نیم دور. فرقی نمی‌کنه، یک سومشو بردارید. هر مقداری که دوست دارید از روش بردارید. ما مثل قبل، فرمول همون فرمول قبلی هست، میدان مغناطیسی رو حساب می‌کنیم، فقط جای n مون اون مقداری از حلقه که باقی مونده رو قرار میدیم. برای نمونه نگاه کنید. در شکل مقابل شدت میدان در مرکز حلقه ناقص رو حساب کنید. R مساوی با 4 سانتی متر که شعاع حلقه است. ببینید بچه‌ها، ما الان یه حلقه‌ای داریم که یه دور کامل نیست. یه مقدار از اون حلقه رو برداشتم. من اگه بخوام تعداد دورها رو حساب کنم، انشو بخوام به دست بیارم، چیکار باید بکنم؟ میگه خیلی راحته دیگه، این 4 قسمت مساوی تقسیم کرده، 3 تاشو نگه داشته، یکی رو برداشته، پس میشه 3/4. ولی آیا به من قول میدید که همیشه مسئلهاتون یه جوری باشه که با نگاه کردن بتونید تشخیص بدید؟ ممکن نتونیم. پس بیایم یه قاعده براش یاد بگیریم که چه جوری ما تعداد دورهای حلقه ناقص رو به دست بیاریم. برای نمونه نگاه کنید بچه‌ها، شما یه همچین حلقه رو در نظر بگیرید. سیم راستی اومده به صورت یک حلقه ناقص خارج شده. ما اگر نگاه کنیم، حلقه ما یه زاویه از روش برداشته شده، چقدر تتا. من میام میگم بچه‌ها، اگر خواستید تعداد دورهای حلقه ناقصتون رو به دست بیارید، کافیه بدونید چند درجه از رون حلقه برداشتن. یعنی تتا زاویه روبرو به کمانی است که از حلقه کسر شده، از حلقه برداشته شده. اگر این رو تشخیص بدین، شما به راحتی میتونید بگید که تعداد دورهای حلقه ناقص مساوی است با 1 منهای تتا 360. باز تاکید میکنم، تتا زاویه روبرو به کمانی است که از حلقه برداشته شده. برگردیم به سوال. به عنوان نکته، اگر تتا زاویه مقابل از کمانی باشد که از حلقه برداشته شده است، تعداد دورهای حلقه ناقص را میتوان از رابطه زیر حساب کرد، n مساوی با 1 منهای تتا 360. من اگر شکل قبلی رو دو مرتبه بکشم، شدت جریان 5 آمپر بود، این شدت جریان میاد این حلقه رو دور میزنه و میره. حالا من کارهایی که باید انجام بدم برای حل این مسئله اینه که اول میدان جهتش مشخص کنم. اگر من شستم رو بذارم در جهت جریان، چرخش انگشتان میشه جهت میدان مغناطیسی که کجا رو داره نشون میده؟ در اون سو. حالا من از خودم سوال میکنم، تعداد دورهای این حلقه چقدر هست که من بتونم مسئله‌ام رو حل کنم؟ برای به دست آوردنش، اون قسمتی که حلقه هست رو رنگ میزنم، میگم این مقدار رو برداشتم، چند درجه ازش برداشتیم؟ 90 درجه. پس این تعداد دورها میشه 1 منهای 90 360. زاویه که از روش برداشته شده، ببینید این رنگ آبی هست، من این قسمت سفید رو از روش برداشتم. حالا اگر من اینو سادهش کنم، 90 360 میشه 1/4. پس 1 منهای 1/4 جواب چند میشه بچه‌ها؟ 3/4. میگم که از قبلا معلوم بود، میشد راحت تشخیص داد، ولی همه زاویه رو نمیشه تشخیص داد. باش، شما هر جوری که به دست بیارید از نظر ما درست، اشکالی هم نداره. بعد میدان مغناطیسی چجوری به دست میومد؟ مو صفر ان آی تقسیم بر 2 آر. هر چی داریم جاگذاری میکنیم. 4 پی ضرب در دهتا منفی 7 ضرب در 3/4 ضرب در 5 تقسیم بر 2 ضرب در 4 ضرب در دهتا منفی 2. یه محاسبه ساده، 4 با 4 ساده میشه. اگر حاصل رو با هم دیگه ساده کنیم، اون چیزی که به دست میاد 15 پی 8 ضرب در 10 به توان منفی 5 تسلا جواب این سوالمون هست. پس در حلقه ناقص نکته یادتون باشه، ان چند بود؟ 1 منهای تتا 360. در شکل مقابل شدت میدان در نقطه آ کدام است؟ خب باز به شکل نگاه کنید. ما یه حلقه داریم، نه یه کسر کوچولوی از یه حلقه رو داریم، بقیه شو کردیم برداشتیم. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ می‌خوایم میدان رو در مرکز حساب کنیم. خب اولین چیزی که باید انجام بدیم، 1 چقدر از روش برداشتیم تشخیص داده بشه، 2 جهت میدان کدوم وریه. ببینید بچه‌ها، اگر من بیام میدان مغناطیسی رو رسم کنم، شست در جهت جریان، چرخش انگشتان جهت میدان، میدان در مرکز این حلقه ناقص ما رو به بیرونه. من اگر بخوام تعداد دورها رو حساب کنم، چیکار باید بکنم؟ باید ببینم چقدر از روش برداشتم. من 60 درجه رو الان دارم، ولی 300 درجه از این دایره رو برداشتم. پس اون قسمتی که آبی رنگ زدم، اون مقداری که وجود داره، اون مقداری که برداشته شده رو ما می‌خوایم، 300 درجه. پس n برابر است با 1 منهای تتا 360. اگر بنویسیم 1 منهای 360 با هم سادهشون بکنیم، اون چیزی که به دست میاد 1 منهای 5/6 برابر با 1/6. اینم معلوم بود. شما دایره اگر به
6 قسمت مساوی تقسیم کنیم، 5 قسمت رو از روش برداشتیم، 1 قسمت رو نگه داشتیم، پس میشه 1/6. حالا میتونیم تو رابطه قرار بدیم. چه جوری؟ بگیم میدان مغناطیسی هست مو صفر ان آی تقسیم بر 2 آر. همه اعداد معلومن، 4π ضرب در 10 منفی 7 ضرب در 1/6 ضرب در 10 که شدت جریان باشه تقسیم بر 2 آر که چقدره؟ 5 ضرب در 10 به توان منفی 2. 2 5 تا 10 تا 10 با 10 ساده میشه. 4 رو هم با 6 میتونه ساده بکنیم که میشه 2/3. حاصل اون چیزی که به دست میاد 2π² ضرب در 10 به توان منفی 5 تسلا. یک سوال بسیار بسیار ساده ولی نکتهش خیلی مهمه. اینو بهتره که حتما به خاطر داشته باشیم. نکته‌ای که در اینجا خیلی مهمه که من تاکید کنم که یادتون نره بچه‌ها، اگر یک سیم حامل جریان داشته باشید، اون سیم حامل جریان روی خودش و یا امتداد خودش میدان نداره. برگردیم شکل قبلی. یا کنید بچه ها، من میدان این حلقه ناقص رو حساب کردم ولی به این سیم ها کاری نداشتم. چرا؟ چون این سیم ها روی خودشون و یا نقاطی که در امتداد خودشون هست میدان ایجاد نمی کنن. پس به عنوان نکته به خاطر بسپارید، یک سیم حامل جریان بر روی خودش و یا نقاطی که در امتداد سیم واقع است میدان تولید نمی کند.